در همین واژه صحبت کنیم بیشتر با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی که از روم همراه ما هستند. بپردازیم ابتدا به این ائتلاف که به شکل گرفته میان آمریکا و 7 کشور اروپایی که همکارم احمد هم به جزئیاتی از اون اشاره کرد. چه میدونیم بیشتر دربارش و اهمیت حضور و مشارکت نیروهای دریایی کشورهای اروپایی به همراه آمریکا در منطقه در حال حاضر در شرایطی که وجود داره چیه نظر شما؟ وقتتون بخیر خانم صادقی. اولین اتفاقی که میفته این هست که به نظر میرسه این بار جدا از ایالات متحده کشورهای اروپایی هم به مرحله از نگرانی رسیدن که دارن سعی میکنن بیان کشتیهای خودشون رو بفرستن برای دفاع از سایر کشتیهای خودشون که کشتیهای تجاری و نفتکشهایی هستن که محدود میکنن به بازار اقتصاد و بازار انرژی اروپا. اما در این حال به نظر میرسه که این بار تمرکز درگیری‌ها فقط بر روی دریای سرخ نباشه. بسیاری از کشورها اعلام کردن که کشتی‌هایی رو هم به منطقه خلیج فارس خواهند فرستاد به خاطر رویه‌های دزدی دریایی که جمهوری اسلامی پیش از این از خودش نشون داده. به نظر میرسه که این رویه بسیار جدی باشه، برای اینکه به اینکه گفتش که ایالات متحده و بریتانیا به شکل مستقیم در 3 مرحله اومدن شروع کردن بخش‌های لوجستیک که تامین جنگ، بخش‌های نظامی و بخش‌هایی که برای روسیه از نظر اقتصادی اهمیت بیشتری داشت رو از بین بردن و الان در مرحله بعدی کشورهای اروپایی این توانایی رو پیدا کردن تا به خاطر یک دستورین تدافعی در منطقه دریای سرخ و خلیج فارس حاضر بشن، تا همونطور که اعلام کرده بودن پیش از این هم بتونن از کشتی‌های متعلق به خودشون دفاع کنن و برای این دفاع از چیزی مجبور نباشن فروگذار کنن. اما به نظر میشه گفت که توانایی منوز دادن کشتی‌ها تا همین نقطه هم به شدت محدود شده باشه. آقای مدرس، چندین بار از هفته گذشته آمریکا حمله کرده به مواضع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی. این که می‌بینیم این حملات همچنان ادامه داره به باور شما چه معنایی داره و نتایج احتمالیش چی است؟ ببینید، دلیلش ساختار حوثی‌ها هست. ما وقتی که راجع به حوثی‌ها داریم صحبت می‌کنیم، راجع به یک ارتش منسجم صحبت نمی‌کنیم، راجع به یک گروه پارتیزانی داریم صحبت می‌کنیم که توانایی این رو دارن پس از اینجا به حملاتشون بلافاصله جابجا بشن، استفاده می‌کنن از لانچرهای متحرک برای پهبات و برای این ساختایی که از اینجا استفاده می‌کنن و این کار رو خیلی بیشتر می‌کنن. از خیلی که دیده این پس باش برخورد بشه و نیاز به ایجاد یک بازدارندگی استراتژیکی هست که اونها به خودشون اجازه ادامه این حملات رو دیگه ندن. مدرس، متاسفانه یه مقدار ارتباط ما دچار مشکل است، صدای شما رو با به خوبی نمیشنویم. به همین خاطر من عذرخواهی میکنم، مجبور هستم که این مصاحبه رو همینجا به اتمام برسونم. شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم.